سلام و درود و خسته نباشید بگم خدمت دوستان عزیزم. خب بچه درس هشتم هستیم، lesson 8، درس هشتم demonstrative pronouns. حالا بریم ترجمهش چی میشه. خب درس هشتم بچه ضمایر اشاره، یعنی اینکه اشاره به دور یا نزدیک. خب من اینجا براتون لیست کردم، بذارید همینجا ترجمهشو براتون بگم و شما هم توی دفتراتون حتما یادداشت کنید. This یعنی این، that یعنی آن، اشاره به دور، this اشاره به نزدیک، these اینها، those آنها. خب بریم ببینیم که ضمایر اشاره برای ما چی داره. قبل از اینکه بریم بچه سر مبحث اصلی که ضمایر اشاره هست، من یه نکته تلفظی دیگر رو امروز براتون توضیح میدم. فکر میکنم ویدیوی قبل یا دو تا ویدیوی قبل بود که در مورد اس براتون صحبت کردم. خب امروز میخواییم در مورد تلفظ خاصه بچه TH توی انگلیسی با هم دیگه صحبت کنیم. این هم ممکنه سه تا صدا داشته باشه بچه ها. امروز ما این صدا رو قرار یاد بگیریم که تلفظش یه چیزی بین، میتونم بگم سه و زه هست. سه و زه حالتی که زبان میخوره به دندونای بالا بچه ها. یه همچین صدایی رو ایجاد میکنه، ده ده ده. اوکی؟ من دوباره میگم ده ده. این صدا رو ما چون توی زبان پارسی نداریم، تولیدش برای ما خیلی سخته، برای همین نیاز به تمرین داره. توی کلمه حالا ببینید من براتون تلفظ میکنم، this this، یه صدای بین سه و زه نوک زبونی همچین. خب پس تمرین کنید اینا، من دیگه بیش از این روی این وقت نمیذارم. خودتون باز برگردین فیلمو باز چند بار تکرار کنید، صدای منو بشنوید ببینید چطوری تلفظ میشه. خب بریم سراغ مبحث اصلیمون که ضمایر اشاره هست و ببینیم ضمایر اشاره توی جمله به چه صورتی استفاده میشه. خب ضمایر اشاره بچه ها به دو حال، ضمایر اشاره، اشاره به نزدیک، اشاره به دور. near یعنی نزدیک، far یعنی دور. خب ضمایر اشاره برای اشاره به نزدیک، this این، these اینها. برای اشاره به دور، دور میشه far به انگلیسی بچه ها، that on those آنها. خب حالا بیاین توی جمله نگاه کنیم. این ضمایر اشاره به نزدیکه، این ستون، این ستون ضمایر اشاره به دوره. خب من جمله رو براتون میخونم. اول اینکه یادتون میاد این چه تصویر بود، ما اولین درس اینو کار کردیم با هم، آفرین، این اپل بود و باش ای میومد یا ان میومد، آفرین، ان میومد. خب ان اپل. خب حالا میخواییم باش یک جمله بسازیم با ضمایر اشاره. جمله رو نگاه کنید، This is an apple. این یک سیبه. اوکی؟ حالا همین سیب اگه تعدادش بیش از یکی بشه که میشه اسم جمع و دیگه ما ان را استفاده نمی کنیم و اس جمع میاریم میشه apples. اوکی؟ ضمیر اشارهش هم پس باید جمع بشه، these. پس فعلمون هم باید جمع بشه، these are apples. ببینید بچه وقتی گرامر رو شروع کردیم از پایه، الان خودتون قشنگ میتونید تحلیل کنید این کلمه مفرده، پس ما یا ای میاریم یا ان میاریم، چون حرف صدا داره ان میاریم، فعل اون باید مفرد باشه، ضمیر اشاره همون هم باید مفرد باشه، اشاره به نزدیک دیس میشه. به این صورت کم کم موتور ذهنتون داره گرم میشه انشالله برای پذیرش محیط انگلیسی که میخواییم وارد کتاب بشیم و کتاب رو شروع کنیم. خب من حالا همین ضمیر اشاره رو میخوام تبدیل کنم به ضمیر اشاره جمع. خب پس میشه These are apples، به همین راحتی. خب حالا بریم ضمایر اشاره به دور.
That is an apple. اون یک سیبه. ببینید به دور اشاره کرده. و مفرده پس میشه that. فعل توبیمون هم باید مفرد باشه. میشه is. apple مفرده. ما ان میاریم چون با حرف صدادار شروع میشه. حالا همین apple باز جمع شده. بیش از یکی شده. شده apples. فعلمون باید جمع باشه. میشه are. ضمیر اشارمون هم باید جمع باشه. میشه those. پس میشه those are apples. آنها سیب هستند. خب من سریع رد میشم بچه ها، چون میدونید روی تایم فیلم حساسم، نمیخوام طولانی بشه و خسته کننده. خب ولی شما حتما میدونید که تکرار کردم بارها که باید برگردین و اینها رو چندین بار گوش بدین تا خوب توی ذهنتون ثبت بشه. بریم اسلاید بعدی. خب اسلاید بعدی بچه ها باز اگزرسایز تایمه. من براتون یه نمونه تمرین آوردم. شما باید بفهمید که توی این جاهای خالی ما this بذاریم، that بذاریم، these بذاریم یا those بذاریم. چون تعدادش هم کمه و مبحث به نظر من خیلی آسونه، من بهتون اصلا کمک نمی کنم، ولی حتما انجام بدید. اگه سوالی دارید حتما توی قسمت کامنت ها بپرسین، من در خدمتتون هستم. خب این هم از درس ببخشید صدای منم یه لحظه گرفت، بدجوری هم گرفت. خب این هم از درس امروزمون. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. گود لک، موفق باشین. سی یو، امید دیدار.